بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد پروردگار یکتا و بی همتا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و عزیزان خوب برنامه عصر هلال. وقت همه شما بخیر، انشاءالله هر کجایی که هستین جور صحتمند بوده و جمعه های صحتمندی و تندرستی را برتن داشته باشید. به یک دیگر از برنامه های من خوش آمدید. ما هم تا یک ساعت دیگر مهمان های شما هستیم و امید است از داشته های برنامه من همچنان مستفید شوید. طبق چنان که شما هم در جریان هستید، روز گذشته حادثه‌ای که در پوهنتون کابل در پوهنځی حقوق رخ داد، متاسفانه تقریبا حدود 19 تن از محصلین هم دانشجویان به شهادت رسیدند و حادثه دردناک علمناکی بود که گلهای که به خاطر آینده کشور بودند، به خاطر سرسبزی و آبادانی کشور بودند، پرپر شدند. ما متاسفانه 19 تن از جوانان خود را از دست دادیم. بر خانواده ها و اهالیشان تسلیت میگیم، از پروردگار بر اینا هم بهشت برین خواهانستیم، اونچه که پروردگار خودش وعده کرده بر شهدا و صدیقین، پروردگار نصیب اینا هم بگردانه انشاءالله. و پیام روز آماده نشر از بینندگان عزیز، پیام روز را با هم یک جا میبینیم و عصر هلال ادامه داره. زود زود بر میگردیم، شما هم با ما باشید. بزرگترین گناه پس از کفر ریختن خون ناحق است، و اگر گناه می توانست از کفر پیشی بگیرد، آن گناه قتل بود. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی نفسی را نجات بده، به این معناست که تمام انسان ها را نجات داده، و اگر کسی نفسی را میمیرانه، به این معناست که تمام انسان ها را کشته و قتل کرده و نابود ساخته. و پروردگار در روز محشر پرسان میگنه به ای ذنب قتلت، و تک از کسی که کشته شده یا هم به قتل رسیده یا هم به شهادت رسیده، پرسان میشه که به کدامین گناه به شهادت رسیدی. پس کسی باشد در جواب پاسخ داده برشد. نکته مهمی است که ما وقتی که باید حوادث و واقعات رو روبرو میشیم، در گوشه و کنار کشور، نه تنها در کشور خود، کشورهای همسایه همین قضیه را محکوم میکنند. حالا حادثه از چه قرار بود و چه خبرها شد و کی مسئولیت قضیه را به عهده گرفت و حکام و مسئولین حکومتی در این باره چی میگن، در این مورد بیشتر میشنیم از همکارمان محمد صادق وادان که با ما در برنامه هستند. وادان صاحب، وقت شما هم بخیر، عصر شما هم بخیر. ډیر مننه. زه اول غواړم تاسو ته او درنو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا خبرونه هغو کسانو ته چې زموږ تصویرونه وګوري شاید ورته دردونکي وي، د هغو عزیزانو تصویرونه وګوري چې ورته سخت وي، او ډیرې بدې صحنې پر ټولنیزو رسنیو باندې وړاندې شوي دي، او په سر کې د نولسو شهداو د ګل شهداو کورنیو ته د دې ورځې تسلیت وړاندې کوم. په سر کې هم د څو مهمو برخو ټکو یادونه کوم. هغه دا چې پر کابل پانتون وسوال برید د درې بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسېد. ولسمشر غنی د کابل د برید د غچ اخیستلو د ده په ټکو باندې د دې وحشانیه برید پر غندلو سربیره ویلی دی چې موږ د دې برید حتما غچ اخلو. د پخوانی ولسمشر حمید کرزی بیا ویلی دی چې د افغانستان د سولې او ټیکاو د دشمنانو نه بخښیدونکي جنایت ترسره کړی دی. پر خواله رسنیو هم ډیر هغه عکسونه خپاره شوي او غبرګونونه یې درلودل چې محصلین زغلی او خپل د هغو محصلینو او د هغو ټولګوالو پسې زغلی چې هغوی وژل سوي او د وژل کېدو په حال کې دي. ډیری داسې تصویرونه سته چې ډیر بژنوونکي دي زموږ د درنو لیدونکو لپاره او زموږ د درنو هیوادوالو لپاره او د هغو کورنیو لپاره چې خپل عزیزان یې د لاسه ورکړي دي. په دې برید کې د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي، لکه څنګه چې سمیر جان تا اشاره ورته وکړه، 19 کسان وژل سوي دي او 22 نور په ټپیان سوي دي. دا برید نه یوازې چې طالبانو رد کړی دی، بلکې دا برید غندلی هم دی او ویلی دی چې دا پر علم او پر دین باندې برید دی. خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید څنګه او چا ترسره کړی دی. تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده چې د ټولو سره هم دا پوښتنه ده چې دا برید چا ترسره کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ هم په خپل پر ټویټر باندې ویډیو پورته کړې ده چې د افغانستان درې رنګه بیرغ نیم ځوړند پروت دی او ولاړ دی. د دې تر څنګ
د بریتانیا سفارت په کابل کې د بریتانیا سفارت او ملګرو ملتونو دفتر هم خپل دواړه بیرغونه په نیم ځوړند حالت کې پریښېدي چې دا د ټولو هیوادوالو لپاره ډېره سخته ورځ پرون خو نن هم پر خواله رسنیو باندې داسې تصاویر خپریږي چې هیڅ د لیدلو نه دي. د دې ترڅنګ یو ځوان چې پر خواله رسنیو باندې د نورو لپاره انګیزشي ویډیوګانې جوړولې هغه هم ولاړی، محمد راحت د اداره اما او څلورم کال محصل چې هیڅ کلم خپل زده کړې پای ته ونه رسولې، پوهنتون یې لوستی خو پای ته ونه رسولې. کیدای سي تاسو تصاویر یې هم دا اوس پر سکرین باندې ګورئ، خپل پر تلویزیونونه باندې. ډېره سخته دغه کسان لپاره چې د ده سره نږدې سوي وه. د یوه دوست څخه مې واورېدله، نن مې خبرې ورسره وکړې، هغه وویل چې کیدای سي ځینې کسان ستاسو د دې دنیا ولاړ سي سخت نه وي که تاسو نه وي ورسره لیدلي، شاید ورباندې خفه سئ، خو که تاسو د یو چا سره نږدې کښېنئ او د هغه خوږې خبرې واورئ، د هغه فهم وګورئ، د هغه استعداد چې په دې کې پروت دی او هغه خپل هیوادوالو ته وړاندې کوي هغه وګورئ، نو ډېر سخت دی چې د هغوی مرګ ووینئ. او د دې تر څنګ موږ نن د پروني برید چې په کابل کې ترسره سو د همداسې محصل سره مو خبرې کړې دي، محمود شریفي د کابل پوهنتون محصل، د ارواپوهنې چې نږدې و برید ته و د سترګو لیدلی حال مو راغونډ کړی دی او د هغه خبرې مو راوړې دي. د خبرون په لړ کې به خبر کړو. د دې تر څنګ پر خواله رسنیو باندې داسې کومنټونه او داسې نظرونه خپاره سوي دي چې واقعا چې کله هغه ته ګوري نو د درد احساس کوي سړی، ځکه همداسې بوژنوونکي دغه دي. په لکه څنګه چې تاسو په تصاویر کې ګورئ ځینې الفاظ وایي نسته چې زه پر خوله باندې راوړم، نو تاسو فکر وکړئ هغه الفاظ چې د داسې برید لپاره چې تاسو الفاظ ونه لرئ دا به څنګه برید وي. نو زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې نه یوازې افغانان د دې جنګ نه ستړي دي، د دې جګړې نه ستړي دي، بلکې هر اړخیزې خواوې چې په دې جګړې کې شتون لري سمیر جان د همدې غوښتونکي دي چې په افغانستان کې نوره جګړه پای ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د امریکا وګړي چې په امریکا کې دي هغوی هم د دې غوښتونکي سوي دي چې په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي، ځکه د 2020 کال ټاکنې چې سبا ترسره کیږي جو بایډن او ولسمشر ټرمپ هم خپل ځانونه کاندید کړي دي. اوس دا معلومه نه سي، ځکه د اوسه لپاره دا جوته نه ده چې د هغوی کومه تګلاره لري، ځکه د ټرمپ په هره برخه کې د دې تګلاره معلومه نه ده. جو بایډن بیا ویلي دي چې باید ډېر ژر په افغانستان کې د یوې خوا پلوی واوسي چې په افغانستان کې ژر سوله راسي. د دې ټولو سره سره نن په کابل کې د دیمزنګ په سیمه کې هم یو لاریون رامنځته شو د محصلینې لخوا او ویې ویل چې باید نوره جګړه پای ته ورسیږي. د دې تر څنګ لکه څنګه چې په تېره اونۍ کې هم پر کوثر دانش کورس باندې چې لس ورځې وړاندې و څلرویشت ماشومان په شهادت ورسېدل، هغه کسان چې زده کړه یې کوله د هېواد د سوکالۍ لپاره هڅه کوله هغوی هم ووژل سوه. د دې تر څنګ شپېته کسان نور زخمیان سوي وه. نو اوس یوه ویډیو مو جوړه کړې ده، نن ورغلي و د یو محصل سره مو خبرې کړې دي چې خپل د سترګو لیدلی حال مو سره شریکوي. شاید داسې تصاویر ولري چې تاسو خفه کړي، نو که د زړه د حملې مشکل لري نو دا تصاویر مه ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ما محمود شریفی، یکی از محصلین پنزه روانشناسی دپارتمنت پلان و پالیسی. تقریبا ساعتهای دو و نیم بود که ما دستیم آغاز درس ما بود، یعنی از آغاز فقط چند دقیقه تیر شده بود. استاد اولین ساعتشان بود، خودم معرفی کردن، استاد دکتر سید علی فطرت. استاد در حال تشریح سیستم ها بود. یک دفعه یک صدای بسیار یعنی دلخراش آمد. ما فکر کردیم که کارگرای پانتون کار میکنن، صدای انگر بود این موضوع. در اینجا استاد یک شوخی هم کردند که گفتند که اینی هم یک نوع سیستم است. درس ادامه داشت، جریان درس ادامه داشت. ام بای سیستم ها رو ما میخوندیم. یک دفعه صدای خفیف فیل هم شنیده شد. در این زمان بود که استاد گفت که این هم یک نوع سیستم است. سیستم پرخاش کرد. اینجا بود که ما هنوز نفهمیدیم که جنگ داخل پانتون است. ما
فکر کردیم چون که معمول بود صدای فیل معمولا زیادتر می آمد دستیم ما در انگام درس خوندن، گفتم شاید از بیرون پانتون این فیل ها بوده باشه. برای یک از سینفی های ما زنگ آمد، همشیره ایشان از داخل پانتون زنگ زدن که در داخل پانتون جنگ است، زود خود از اونجا بکشین. وقتی که ما این خبر شنیدیم، دوستا چون که اکثریت سینف ما بخش اوناس بودن، یک کمه که ترسیدن. دوستا زود ما بچه ها بیرون شدیم که ببینیم اوضاع را از خود کنیم و استاد بیرون کردیم. امروی دوستا کلن از سطح پنز سینف بیرون شدیم. در داخل سالون پنزه ای که ما شدیم، ولی دیدیم که شرایط از حالت عادی بیرون است. دوستا هستند که زوف کردن، دوستای دگر را گرفتن، کشیده میبرن. اکثرا همشیرهای ما زوف سرشان آمده بود. یک جو بسیار ترسناک بود. ما تمام همسینفی ها را از سطح سالون بیرون کردیم در سطح پانتون. گفتیم باشه که حضور از خود چک کنیم. ما از دان دروازه جورنالیزم ایتو دور خوردیم از ایدوتریام پانتون کابل به طرف پارک عدالت، قسمتی که جنگ از او قسمت شروع شده بود، یعنی مهاجمین از داخل آمده بودن. اونجا ما فقط دیدیم که دو تا عسکر که دانه دروازه بود، او هم از ترس خود فرار میکردن، یعنی خیلی زیاد ترسیده بود. یکی از دوستا از او که زیاد احساساتی شده بود گفت که تفنگ چه اعتباطی برای ما که ما هم رای از یا جنگ کنیم. بعد از ما را کشاندن، اونجا هم نماندن. دوستا زیاد زنگ زدن که از اونجا خدا بکشین. ما آمدیم، دخترای سنف ما با کمک از او و کمک دیگر دوستای اونجا بودن، همه دوستا را طرف انجینری ما سوق دادیم. اونجا دوستا را کلگی بیرون کردیم از سطح پانتون، اما هایی که در توان ما بود. دروازه انجینری اونجا منتظر ماندیم، چون بعضی از دوستای ما تال نماده بودن و بعضی دوستای دیگه هم که ما از سطح پانتون بیرون کرده بودیم، او یا سرشان زوف آمده بود یا سرشان ترس غالب شده بود و خود گم کرده بودن. ما هم از او همکار شدیم، در دان دروازه بودیم که ببینیم که دیگه میتونیم به کدام مسئولین همکاری کنیم. یکی از شرایط خیلی سخت که واقعا برای ما سخت است این بود که از مسئولین حقوق که ما زیاد در سطح پانزده حقوق ما دیدم نابینا هستند، یا آمدن دان دروازه انجینری از ترس، چون که بیرو بارک هم زیاد بود. یک دفعه دان دروازه انجینری یک جوی کلان از داخل لوشای جوی افتی، ما بارا بیرون کردیم از داخل جوی. یک تا از همشیره ها نمیفهم کی بودن و افتیدن داخل جوی، بارا ما بیرون کردیم و شرایط خیلی سختتر بود. یعنی او حالت میش نمیتونم که تصور کنم، خیلی یک حالت فجیع بود. و بچه ها مثل یک محشر بود که روز رستاخیز که ما در تاریخ خواندیم و از پیامبرمون شنیدیم از قصایشان، این همون تو روز بود. خیلی کم بود که در این فکر باشن از دست هیجان و ترس و وحشت که سر مسئولین آماده بود که بی فکر باشند که کمک کنند. همه فقط دست به فرار زده بودن و کلن کوچه های کارت سخی پر از مسئولین زوف کدگی بود و مسئولین که سر پای خود گم کرده بودن. دخترهای حفیف و پاکدامنه که هیچگاه ما در سطح پانتون در سطح پانزه شاید نبودم که حتی تار مویشان رو ببینم. از ترس شلایشان از سرشان افتیده بود و همسالی واقعات خیلی سنگین. واقعا یک روز بعد بود، واقعا یک شرایط سخت بود دیروز برای کل مسئولین، بالخصوص برای مسئولین طبقه ناسما. باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز. خب مصاحبه محصول را با هم یک جدی دیدیم در مورد ای که چشم دید یا گواه رویداد بوده چگونه حکایت کرد، و می خواهیم بگویم که یک برادر به نام امید مهریار که در همو صحنه بود و موبایل های همو محصولین را جمع آوری کرده بود و خودش میگه به زبان خود که من بیش از 142 تماس را دیدم در تلفن ها آمده بود و بیشترین تماس هایی که همو لحظه هم جریان داشت به نام مادر یا فادر یا مادرجان و پدرجان بود، و همچنان یکی از پیام ها را دیدم که یک پدر به دختر خود پیام کرده بود که برایش گفته بود که جان و پدر چه وقت خانه میایی؟
یعنی دردناکترین صحنه همی است که وقتی که امید داره پدر که فرزندش زنده است، اما خبر نداره که فرزندش از تو دیگر نیست، که اون تلفن خود هم بلند میکنه، هیچ کلام ور نیست، این پیام را هم حتی بخونه که پدرش برش چی نوشته، و کسی دیگری پیام را میخونه که تا پیام پدر نوشته کرده و فرزند خود کجا و پدر کجا هستی، یعنی چی وقت بخیر به طرف خانه بود. دی تاور تا دیر پیغامونه و چه پر خواله رسانوی بنده خبر سوی دی نو که دیسی تاسو هم لیدلی بی او دیر دردون که بی ده و کسان لپاره چه خپل عزیزان دلاس ور کردی دی. نن هم ده افغان دولت ملی ماتم اعلان کرد او نن طول رس ملی ماتم و ده لکسنگ چه ما اشاره ورته وکړم د افغانستان او هم د نورو سفارتونو بیرغونه په نیم ځوړند شکل باندې رپیدله. دا د دې معنی لري چې هر څوک په یو ډېره بده ورځې کې وي نو نور همکاران حتما خپل بیرغونه د دوی لپاره نیم ځوړند حالت باندې ځوړندوي ورته. په همدې برخه کې په همدې پلمه مو هم استاد دکتور عبدالصبور فخري هم میلمه کړی دی په دې د پانتون استاد چې په شریعتو کې دی، شریعتو کې پانتون دی، په شریعتو استاد دی، هغه هم راغوښتی دی او پر همدې موضوع باندې به ورسره وغږیږو چې د بېګناه ځوانانو وژل روا دی. البته ودان صاحب یک نکته را هم میخوایم بگویم، در ادامه صحبتاش میگه که جناب دکتر صاحب عبدالصبور فخري خودش هم در می وقت حادثه در پانتون کابل بود و هغه به مو بله برخه وي انشاءالله چې دغه لیدلی حال به مو وګورو. د دې ترڅنګ کله کله کیدای سي موږ داسې لاره غوره کړو چې نه ور باندې پوهیږو چې څه ترسره کوو یا څه کوو اصلا، نو په کار ده چې یو چا څخه مشوره واخلو یا یو څوک پیدا کیږي تاسو ته په خپله خپل پر سر باندې مشوره درکوي یا نصیحت درته کوي، نو همدغه کس چې مشوره یا نصیحت کوي نو ځینې وختونه په کار ده چې مهارتونه ولري او د همدغه نصیحت کولو مهارتونه یې زده وي، لکه وخت یې ټاکل چې څه وخت باید نصیحت وکړي او د دې ترڅنګ مهال یا ځای په نظر کې نیول چې کوم ځای او څه ډول په کومو اصولو باندې یو چاته باید نصیحت وکړو. جناب محمد خالد ملکزی مو د پانتون استاد مو میلمه دی، پر همدې موضوع ډېر ورسره غږیږو، نو څو لنډه دمه اخلو بېرته ژر راګرځو استاد به زموږ سره وي. باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز، ادامه عصر هلال را از هلال بیننده هست. جناب دکتر صاحب عبدالصبور فخري با ما هستند، استاد پوهنتون کابل در دپارتمنت زبان ادبیات عربی. جناب استاد وقت شما بخیر، خوش آمدید به عصر هلال. تشکر از شما، سپاس از حضورتان جناب استاد. و میخواهیم در مورد حادثه صحبت کنیم، حادثه یک روز گذشته در پوهنتون کابل در پانزه حقوق رخ داد. جناب استاد وی که شما هم در همو وقتی که حادثه رخ داد در پوهنتون بودید جناب استاد. نحمدک اللهم و حمد شاکرین و نتوب الیک توبه العابدین، نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا محمد ابن عبدالله و علی آله و صحبه و من والاه. اول یک آیت قرآن کریم می خوانم. الله جل تزمتو می فرمد و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. نخست از همه به روح شهدای پاکی که دیروز جانای عزیز خود را بدون ارتکاب هیچ گناهی از دست دادند، از الله جل تزمتو مسئلت میکنم که اونها را بهشت برین نصیب بکند و فردوس اعلا جایگاهشان را بگردانه و در جمله شهدا و صدیقین محسوبشان بگرداند. آمین. و برای قاتلین اونها جهنم میخواهیم که بدون هیچ دستاویزی و بدون هیچ دلیل واضحی آمدند اونجا بالای مؤسسین و بالای استادا، بالای یک اداره تعلیمی و بالای یک جای تحصیل، جای علم و دانش حمله ور شدند و وحشت افکندند و عده زیادی از فامیلای عزیز ما را بر گلیم غم نشوندند و تعدادی را هم مجروح گردانیدند و تعدادی را هم وحشت زده ساختند که واقعا جای درد است، جای رنج است و
خیلی جای تأسف است که کشور ما بجای این که به سوی خیر و صلاح و به سوی خوبی و به سوی امنیت گام بردارد، به سوی بدبختی بیشتر، به سوی ناامنی بیشتر گام برمی‌دارد. بله. ما توقع ما هیچ وقتی نبود که بالا یک مرکز تحصیلی، یک جای علم و دانش حمله صورت بگیرد و جوانای عزیز ما ناجوان مردانه به خاک و خون انداخته شوند، که متاسفانه چنین چیزی شد. ما دیروز وقتی که دو ساعت اول درسی خودت تمام کردم، یکی از دوستای ما از ما تقاضا کرد که یک محفلی از به نام نمایشگاه کتاب قرار است دایر شود، محفل افتتاحی از او است. رفتیم به دانشکده هنرها، در اونجا در محفل شرکت داشتیم. عده‌ای از دیپلمات‌های ایرانی در اونجا شرکت داشتند، سفیر ایران تشریف آورده بودند، وزیر اطلاعات و فرهنگ، معینای اطلاعات و فرهنگ، معین چند معین تحصیلات عالی و چند تا هم از معینای شاروالی کابل و تعداد زیادی از استادا و محصلین و دانشمندان و اهل دانش و اهل فرهنگ و نویسندگان در اوجه حضور پیدا کرده بودند. بالاخره در جریان صحبت ها در آخر شخصی آمد در گوش وزیر فرهنگ کلماتی را سرگوشی کرد. احساس کردم که چیزی وجود دارد. وقتی که او برخاست صحبت میکرد، صحبت وقتی شروع کرد، صحبت خود همینجا شروع کرد که موضوع آسان است، کدام حادثه کلانی رخ نداده، مثل اوضاع در کنترل است و از این قبیل مسائل صحبت کرد. ما در وقت حادثه رخ داده بود و عده‌ای از شاگردان را هم دیدیم که از داخل سالون بیرون میشدند و یکانتایش باز میگشتند، اکثرشون باز نمیگشتند و در امی اواخر محفل بود که بالاخره صحبت وزیر بسیار خلاصه تکمیل کرد و دوارم خودش کرد و بیرون شدیم. وقتی که بیرون شدیم با بعضی از پلیس ها مواجه شدیم، اونا گفتن که انتحاری داخل شده در فاکولته حقوق. فاکولته حقوق که از ما در حدود 200 متر فاصله داشت و بعضی هم صحبت میکردن که در فاکولته در دانشگاه طبی هم داخل شدن، در فاکولته حقوق و در مرکز آموزش های حقوقی در اونجا هم داخل شدن. مسائل زدنخیز، گفتگوهای زدنخیز وجود داشت. حتی بعضی میگفتن که در دانشکده شرعیات هم داخل شدن که در نزدیکی دانشکده حقوق قرار دارد و ما چون از دانشکده شرعیات حدوداً 100 متر فاصله داشتیم، خودمان را به پشت تعمیرا انداخته و به طرف فاکولته خودمان که ادبیات بود به او طرف حرکت کردیم، باز یک راه پیاده را. اما صدای فیر به شدت می آمد و مردم سراسیمه به طرف دروازه جنوبی پانتون می رفتن و هم محصلین و هم استادا و هر کس می دیدیم که حالت سراسیمگی وجود داشت. اما دوش زیاد نبود، فیرها در چون فاصله دیگری بود، برحال حالت دوش نبود و ما هم وقتی که به طرف فاکولته خود رفتیم به حالت نسبتاً آرام رفتیم. احساس کردیم که می شود در اونجا چند لحظه بنشینیم و احتمالاً حادثه آرام می شود، زود به درسای خود دوام بدیم. اما اونجا که رفتم دیدم که دروازه ها تقریبا تمام صنف ها بسته شده، شاگرد ها همه بیرون شدن، استادا بیرون شدن، حتی دروازه های اداری ها هم دروازهایش بسته شده، کارمند های اداری هم بیرون شدن. تنها کسی که در اونجا باقی مانده یکی دو نفر نگهبان ها باقی ماندن، دیگر کسی باقی نمانده. و همچنان نگاه کردم که بچه ها از طرف فاکولته حقوق و از طرف فاکولته هایی که از اون طرف هستن دوان دوان به طرف دروازه شرقی می روند. در این وقت برحال برامام دلیره و تشویش پیدا شد نشود که
حمله کننده ها به طرف فاکولته ما حمله بکنند و به این طرف بیایند. ما هم بالاخره به طرف دروازه شرقی حرکت کردیم پیاده. وقتی که از اونجا بیرون شدم دیدم که سرکی که در نزدیکی در میان پانتون کابل و جمال مینه قرار دارد این کاملا خالی بود، هیچ موتری رفت آمد نمی کرد. تنها کسی که در اونجا وجود داشت می محصلین ما بودن که در اونجا می رفتم فورا در کوچه هایی که در طرف جمال مینه و کارت سخی در اونجا متواری می شوند و خودشان آیست آیست پنهان می کنند به کوچه ها و پس کوچه ها و ناگزیر ما چند قدمی به طرف کارت سخی و به طرف وزارت زراعت برداشتم. دیدم که صدای فیر زیاد شد و کم کم آوازش هم بلندتر شد و می رفت. ناگزیر ما هم خود به کوچه ها انداختم و در این زمان ارتباط هم برقرار کردم به دفتر که یک موتر روان بکنن که متاسفانه دیرتر رسید و بالاخره ما هم بس میان قبرستانی که در کارت سخی قرار دارد از میان قبرستان بالا شدم و در نیمه های سرکی که به طرف کارت سخی بالا میشه به گردن کارت سخی در اونجا رسیدیم. بالاخره پیاده پیاده آمدیم تا که از گردنه کارت سخی هم گذشتم و در گلویی هایی که در پایین از او به طرف کارت آریانا قرار دارد در او جهت تا که موتر پیدا شد و ما را برداشت و دوباره به طرف دفتر بازگشتیم. روی هم رفته بحثی که در اونجا وجود داشت بحث های زد و نقیز بود، هر کس هر چه می گفت، کس نمی فهمید در مورد حادثه که حادثه چگونه است و چرا رخ داده و چه شکل رخ داده. گاگایی می شود که تا کسی که از درون حادثه قرار نداشته باشه، از نزدیکی های حادثه قرار نداشته باشه، آدم نمیتونه که تشخیصش بده که حادثه به چه شکل واقع شده. اما بعدها که ما اطلاع پیدا کردیم و از استادا و از کسانی که در اونجا قرار داشتن اطلاعات گرفتیم، موضوعی طور بوده که اونا فورا وقتی که وارد دروازه پانتون میشوند در اولین تعمیری که در دست راست قرار دارد اما مرکز آموزش های حقوقی است که در اونجا وارد میشوند و همه کسانی که پیش رویشان میاد اونا رو بر اکبار میبندند و فیر میکنند بالایشان. در بین از جوانای پسر هم بودن و دختران هم بودن که متاسفانه تعداد زیادی در اونجا به شهادت میرسند. بعد هم یک بعضی از اداری های پانتون که داستان خود از اونجا نوشته کرده در فیسبوک هم که من خواندم که رفت از صحنه رو دیده و مثلا امو مرده ها را به چشم سر خود دیده، حالت از نزدیک دیده. از اونا را که وقتی چیزایی را خوندم واقعا باعث غم و اندوه ما شد و واقعیتی است که آدم وقتی که کشور را میبیند با اینطور یک وضعیت و نسل جوان و یک خانواده، یک پدر و مادر وقتی فرزندهای خود تربیه میکنند و با یک عالم آرزو و آرمان بزرگشان میکنند تا یک روزی برای زوا به دردشان بخورند، اما میبینند که صبح که اونا رفت روان میکنند به طرف دانشگاه و به طرف درسگاه و اینا تا شامش اونا جنازه هایشان به سویشون میایند واقعا دردآور است. بله واقعا هم خیلی دردآور است که والدین هم فرزندان خود را به یک امید یا هم به یک آرمانی که دارن و چقدر تلاش کردن و چند سال خیلی کوشش تلاش کردن و در اوج جوانی باید یک حادثه که سر دو چرچه ها هم خیلی دردناک و علمناک است. جناب استاد پیامتان منعیس کسی که در قانون علمی مصروف تدریس هستید به خانواده ها در کل پیام شما رو داشته باشیم. جناب استاد پیام برای ملت افغانستان در مجموع و برای کسانی که دعوای مسلمانی میکنند، دعوای اسلامگرایی میکنند، این است که فرزندان خود را به حب وطن، به حب دین و حب صادقانه ملت خود تربیه بکنند. فرزندان خود را عقده ای بار نیارند، عقده ای تربیهشون نکنند، دین به شکل درست یادشون بدن. بیشترین کسانی که دست به همچه جنایت ها میزنند و اونم زیر نام دین که متاسفانه باعث شرمندگی دین است، باعث بدنام شدن دین است، بدنام و باعث بدنام شدن اسلام است. در این من مقصر در قدم اول او پدر مادرایی را میدانم که
فرزندان خود را به شکل نادرست تربیه کردن یا هم توجه نکردن یا توجه به تربیه درستشان نکردن. تربیه درست ایره معناش نمیده که ما فرزندان خود را صرف نان بتیم و لباس بتیم، بلکه اونها را عقل یادشان بتیم، باید برای اونها علم دین به شکل درست یادشان بتیم، اونها را حب وطن و حب ملت را برایشان یاد بدیم، باید در اونها غرس بکنیم، باید زرق بکنیم تا که اونها با حب انسان بار بیایند، نه با کره انسان و مخالفت با انسان ها. و در این زمان از جهت هایی که فعلا مذاکره می کنند حکومت افغانستان و جهت طالبان، تقاضا میکنم و خواهش میکنم، التماس میکنم که خدا بترسند، دیگر باعث بدبختی بیشتری ملت نشوند. مذاکرات خود دوام بدن، مذاکرات خود عاجل شروع بکنن، عاجل به کرسی بنشانن و صحبت های خود دوام بدن تا دیگر ما شاهد کشته شدن جوان های خود، کشته شدن ملت خود و تباهی ملت خود، تباهی کشور خود نباشیم. و این سبب از این جنایت هایی که ما میبینم اکثرشان نهفته در این است که طرف هایی که درگیر هستن اینها در واقع صلح نمیخواین. اگر اینا واقعا صلح بخواین، واقعا اگر اینا ملت خود دوست داشته باشن، این مردم خود دوست داشته باشن، اینا به صلح تن میتن، به مذاکرات تن میتن، تنازل میکنن، از خواستهای شخصی خود میگذرن، از خواستهای گروهی خود میگذرن و به خواستای ملت تن میدن. خواستای ملت ما آرامش است. خواستای ملت ما ای است که در فضای آرام زندگی بکنن، دیگر فرزندانشون کشته نشوند، دیگر مراکز تعلیمیشون از بین نرود، دیگر جوانهایشون از خانهشون که میروند سالم به خانه خود باز بگردن. مردم عاشق همچی یک حالتی هستن، نه ای که در سر قدرت باشد که یا که به سر قدرت برسد. مردم عاشق چهره های اشخاص نیستن، بلکه عاشق فرزندان خودشان هستن، عاشقی هستن که آرامش باشد و اطمینان داشته باشند نسبت به خودشان، نسبت به آیندهشان، نسبت به کشورشان. خیلی سپاس، خیلی سپاس جناب استاد از حضورتان به عصر هلال. تشکر از سپاس از شما. بینندگان عزیز، میان برنامه کوتاه داریم، زود برمیگردیم. د عصر هلال خپرونې په دوام سره بیا هم شرغ لاست. د عصر هلال خپرونه یو ساعت هره ورځ په اونۍ کې درې ورځې، یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې تاسو کتلی سئ. تاسو آیا خپل اولادونو ته یا هغو کسانو ته چې د نصیحت لپاره اړتیا لري تاسو نصیحت ورته کوئ، ځای ورته ټکئ، وخت ورته ټکئ؟ د پانتون استاد محمد خالد ملکزی په دې باور دی، پر دې سربیره چې تاسو ځای او وخت ټاکئ، نو مناسبه ده چې د نورو په وړاندې چاته نصیحت مه کوئ. نو په سر کې استاد ته ډېر ښه راغلاست وایم د عصر هلال خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم لومړی تاسو ته او بیا د هلال تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې دوی ټول روغ او جوړ اوسي او خوشحاله ژوند ولري. هر کله راسئ تاسو خپل تلویزیون ته. ملکزی صاحب، په سر کې غواړم دا وپوښتم چې نصیحت څه معنا لري او زموږ په ژوند کې څومره ارزښت لري؟ د نصیحت موضوع په اخلاقي او یا هم په تربیوي موضوعاتو کې یا اجتماعي موضوعاتو کې یوه ډېره مهمه موضوع ده. درې اړخونه لري، درې محورونه لري. لومړی محور په لنډه توګه په دې باندې خبر وکړو چې د نصیحت معنا څه ده، او دویم محور نصیحت زموږ په ژوند کې څومره ارزښت او اهمیت لري، او کوم مهارتونه باید، او په پای کې به که وخت و بیا به په یو لړ فنونو او مهارتونو باندې خبر وکړو. په لومړي سر کې نصیحت اصلا یو عربي کلمه ده چې د خیر غوښتلو ته ویل کیږي. همدارنګه چاته یوه ښه مشوره ورکول، هغه ته صحیح لاره ښودل دې ته ویل کیږي. په عربي کې وایي چې وایي نصحت العسل یعنی جعلته صافیا و خالصا. عسل کله مکس مخلوط وي او کله کله عسل خالص وي. هدف مو دا دی چې په نصیحت کې مهم رکن دا دی چې ناصح یا څوک چې نصیحت کوي هغه باید ډېر اخلاص ولري. د هغې هدف دا دی چې زه مقابل شخص ته خیر ورسوم، د خیر رسول د هغې هدف وي. په ورځني ژوند کې نصیحت ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې نصیحت
د پیغمبرانو خصلت دی، د پیغمبرانو یو صفت دی چې پیغمبرانو علیه السلام به نور ته خپل قوم ته به نصیحت کو، هغوی به د خیر لوري ته راغوښتل. د نوح علیه السلام په اړه باندې راځي چې د هغې په اړه اللهتعالی فرمایي په سورة اعراف 26 آیت کې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وانصح لکم واعلم من الله ما لا تعلمون. نوح علیه السلام به خپل قوم ته ویلي چې وانصح لکم، زه تاسو ته نصیحت کوم، واعلم من الله ما لا تعلمون، او زه د اللهتعالی له لورې نه په هغه شیانو باندې پوهیږم چې تاسې نه پوهیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هم خپل قوم ته مشرانو کشرانو ته به نصیحت کوو. نو پلار به په کورنۍ کې خپل اولاد ته نصیحت کوي، مور به خپلو لورګانو ته نصیحت کوي. په ټولنه کې به موږ ټول د یو بل خیر غواړو او یو بل ته یو بل سره مرسته کوو، سمه لاره به ورته ښیو. کیدای شي زموږ هغه ورور هغه په صحیح لاره باندې نه وي روان، نو موږ بغیر بیداره وو او هغه ته به صحیح لاره ښیو. دا زموږ د ټولو مسؤلیت دی چې موږ به یو بل د خیر لوري ته رابلو او صحیح لاره به ورته ښیو. ارزښت مونږ تاسو اشاره وکړه، زما کله کله موږ نور ته نصیحت کوو خو د آداب په اړه نه پوهیږو. آداب په اړه که تاسو اشاره ورته وکړئ چې کوم مهارتونه د یو منصح یا نصیحت کوونکي لپاره دي چې باید هغه څوک چې نصیحت اوري هغه مراعات کړي. بلې، نصیحت دا چون یو مهمه موضوع ده، نو طبیعي خبره ده چې موږ دې موضوع لپاره باید آداب هم په نظر کې ونیسو. کله چې موږ نور ته نصیحت کوو، کله کله جناب ودان صاحب تاسو ولیدلی ځینې ورونه نور ته نصیحت کوي هغه خبره په نور باندې ښه نه لګیږي، بلکې برعکس هغه خبره کله کله جنگ خشونت او تاوتریخوالی رامنځته کوي. اوس راځم دې ته چې کوم آداب باید موږ په پام کې ونیسو. تر ټولو لومړی یو مهم آداب هغه دا دی چې موږ باید په زړه کې اخلاص ولرو. زمون هدف دی چې زه دغه فلاني شخص ته چې نصیحت کوم زما هدف خیر رسول دی او هغه ته د نیکې لارې ښودل دي. دا لومړی ادب. دویم ادب د نصیحت دا دی چې هغه باید په نرمۍ سره ترسره شي. په نصیحت په جنګ سره څوک نه ترسره کیږي، یا نصیحت څوک باید په کې جنګ ونه کړي، بلکې په ډېرې نرمۍ سره به ناصح منصوح ته یا چا ته چې نصیحت کوي هغه ته به نصیحت کوي. زما په فکر ناصح د یو ډاکټر غوندې حیثیت لري. ناصح یعنی هغه څوک چې نصیحت کوي. ډاکټر له مرض سره مبارزه کوي، د خپل مریض سره مبارزه نه کوي، بلکې ډاکټر په ډېرو نرمو اخلاقو باندې هغه مریض توجه ځان ته راړي، نسخه ورته لیکي او له مرض سره مبارزه کوي. نو ناصح انسان به هم کله چې په یو چا کې شر ویني، په ټولنه کې شر ویني، هغه به د شر له منځه وړي او نوم به د چا نه اخلي. په نصیحت کې بل مهم ادب دا دی چې مثلا څوک دروغ وایي، نو موږ به نه وایو چې احمد دروغ وایي، بلکې موږ به دا عامه توګه سره دا وایو چې دروغ ویل یو بد صفت دی. یا مثلا څوک غلا کوي، نه به وایو چې فلانی غل دی، بلکې دې کې مهم شی دا دی چې په هغه به په نرمۍ سره ترسره کیږي او د موصوف نوم به نه اخلو، موږ به صفت ذکر کوو، وایو به چې دا صفت ښه نه دی، دا کار صحیح نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هم کله چې به نصیحت کوو نو به ویل چې ما بال اقوامن، یعنی د دې په دې قوم باندې څه شوي دي چې داسې یو کار ترسره کوي. ټول به یادول، یعنی نصیحت باید په هغې کې د یو چا شخصیت جریحه دار نه شي چې د یو کس نوم واخلي. بلې صاحب، بلکل په نصیحت کې کله کله لطافت هم شوي چې سړی نرم، تاسو اشاره ورته وکړه، زما مشخص سره تاسو یو مثال هم ورته وړاندې کوي چې څنګه کولی شو خپل په خبرو کې خپل په نصیحت کې له خشونت کار وانخلو. په نصیحت کې د هغې د ادب نه بل ادب دا دی چې په هغې کې ښه کلمات او مناسب ځای او مناسب وخت. اوس مثلا موږ که غواړو چا ته نصیحت وکړو او لومړی د هغه صفت وکړو چې ته ماشاءالله یو ډېر ښه ځوان یې، مثلا زموږ یو څوک دی کار نه کوي، یو ځوان دی هغه کار نه کوي، ښه توانایي لري خو کار نه کوي، او حال دا چې کار په اسلام کې عبادت دی، زده کړه مثلا درس نه وایي او زده کړه مینه لري، موږ به دا اول د هغه ښه صفتونه بیانوو، دغه به ول ستاینه کوو، دغه وروسته به ورته ډېر محترمانه کلمات، داسې کلمات به نه کاروو چې د هغې شخصیت جریحه دار شي. مثلا ورته وایو چې ګرانه وروره، زه ستا خیر غواړم، که چېرته تاسې دا کار ترسره کړئ دې کې ستاسو خیر دی. اول دغه ستاینه وشي او هغه تشویق شي. حتی اوس نوي تحقیقات دا وایي چې که غواړو چې زموږ نصیحت موثره شي باید دوه کار ترسره کړو. یو دا چې چا ته چې نصیحت کوو کله کله د هغې خبره هم واورو چې هغه څه وایي، هغه څه مشکل لري. او بل دا چې د هغه ستاینه وشي
هغه تشویق شي. او طبعا هر انسان کې ښه صفتونه هم شته، خراب صفتونه هم شته، نو د نصیحت لپاره مناسب ځای هم ډیر مهم دی او مناسب کلمات هم. بلکل. او بل مهم خبره هغه د مناسب وخت انتخابول دي. جناب ودان سي مثلا که تاسو امتحان لري، ستاسو ټول فکر به طبعا د امتحان سره چې زما امتحان سخت دی، زه به دغه لپاره آمادګي ونیسم. او طبیعي ده چې دی وخت کې باید تاسو ته که څوک خبره کوي لنډه خبره وکړي. اوس که چېرته دو ساعته ستاسو وخت نه څوک نیسي، طبیعي ده چې تاسو به یعنې دا به ستاسو د اذیت سبب وګرځي. نو وخت ډېر مناسب، مثلا د چا د خوب وخت نه وي، هغه شخص مریض نه وي، هغه شخص چېرته عاجل کار ونه لري، چېرته چا سره وعده ونه لري، دا ظروف به موږ په پام کې نیسو او بیا به هغه ته نصیحت کوو. بلکل، لکه چې تاسو اشاره ورته وکړه، لطافت، نرموالی، وخت په نظر کې نیول، د دې تر څنګ کله کله مهم وي چې د یو چا مخ ته هم نصیحت ورته ونه کړو، که تاسو مثال ورته لرئ. بله، د نصیحت د مهم ادب نه بل ادب دا ده چې هغه به په انفرادي توګه سره ترسره کیږي. مثلا موږ یو عیب چا کې وینو، نو عیب به د نورو خلکو په مخ کې ورته نه وایو او دا تاثیر هم نه کوي کله چې موږ یو چا ته عیب وایو د نورو خلکو په مخ کې. بلکې نصیحت باید که چېرته عیب چا کې وینو هغه باید په تنهایۍ سره راوغواړو او ورته ووایو چې وروره، که تاسو وخت لرئ، زه تاسو سره په یو د یو مسلې په اړه باندې مشوره کول غواړم. هغه به وایي چې طبعا زه وخت لرم، ورته به وایي چې داسې یو مشکل په تاسو کې لیدلی او ته زما ورور یې، زه له تا سره مینه لرم، تا ته احترام لرم. هغه به حتی د هغې مشکل په اړه باندې خپل وضاحت تاسو ته درکوي. کېدای شي سوی تفاهم رامنځته شوی، نو د هغې لپاره د خلکو په مخ کې نصیحت کول دا صحیح کار نه دی. حتی په عربي کې یو متل هم دی چې وایي النصیحه امام الناس فضیحه، نصیحت د نورو خلکو په مخ کې یو چا عیب بیانول دا په حقیقت کې د هغه رسوایي ده. او ډېر ځله موږ لیدلي هم دي چې کله څوک د چا عیب د خلکو مخ کې وایي هغه په جنګ باندې بدل شوی. نو نصیح دغه ادب باید په پام کې ونیسي چې کله هم که چاته نصیحت کوي په هغه کې نرمي ډېره مهمه ده. حتی موږ ګوره لولو په قرآن کریم کې موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام چې کله فرعون ته ځي، نو الله تعالی ورته فرمایي چې اذهب الى فرعون انه طغى، تاسو فرعون ته لاړ شئ چې هغه طغیان او سرکشي کړې ده. وقول له قولا لينا، او تاسو چې کله هغې ته خبرې کوئ نو په ډېرې نرمۍ سره ورته خبرې وکړئ. دا ادب جناب ودان صاحب متاسفانه زموږ په ټولنه کې ډېر کم لیدل کېږي. کله چې موږ چاته نصیحت کوو نو جنګ ورسره کوو، حال دا چې چا ویلي دي چې نصیحت دې په جنګ سره شروع شي. کله چې ځینې خلک نصیحت کوي نورو ته کنځلې کوي، د هغه شخصیت جریحه درکوي. چا ویلي دي چې نصیحت کوي نور څوک چاته کنځلې وکړي؟ فرعون څومره ظالم انسان. اوس دغه شخص نه فرعون دی او نه موږ او تاسې موسی یو، چې نو حتی موسی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې تاسې له نرمۍ نه کار واخلئ. څومره به ښیي چې څوک چاته ووایي چې محترمه، قدرمنه، ښاغلیه، زه تاسو سره دوه خبرې کول غواړم په ډېرې نرمۍ سره. جناب ودان صاحب، تاسې که ځینې وخت مغازو ته ځئ، سټورونو ته، یا یو تاجر سره خبرې کوئ، هغه تاجر چې غواړي دغه سوده تاسو باندې خرڅه کړي، څومره له نرمو کلماتو نه او له څومره نرمۍ نه کار اخلي، ډېر احترام درته کوي، ځکه غواړي تاسو مشرک دی، تاسو ستاسو زړه هغه لاسته راوړي. نو نصیح به هم، پلار به هم په کورنۍ کې د اولاد سره له نرمۍ نه کار اخلي، احترام به ورته لري. او دا هغه مهم ادب دی چې موږ باید په نظر کې ونیسو. استاد، که نور مهم ټکي دي هغوی ته اشاره وکړئ، بیا ستاسو پیغام واخلئ. بل مهم ټکی چې زما په نظر ډېر مهم دی، موږ باید دقیق معلومات ولرو، ځکه نصیحت د دوا حیثیت لري. او جناب ولن صاحب، دوا هغه څوک خوري چې کله مریض وي، یا مثلا د نصیحت د یو طعام او د غذا حیثیت لري. او طعام هغه څوک خوري چې کله وږی، که څوک مړ وي هغه اصلا اشتها نه لري، یا څوک چې ناروغ نه وي درمل نه خوري، درمل نه خوري. بالکل. نو نصیحت به دې کې مهم شی دا دی چې کله موږ چاته نصیحت کوو، موږ باید د هغه کار باره کې دقیق معلومات ولرو چې سم دی، دا کار ترسره کړی، دا کار رښتیا هم دا مشکل رامنځته شوی که نه. مثلا یو چا غلا نه ده کړی او موږ هغه ته د غلا باره کې خبرې کوو، نو طبعا هغه به دا کېدای شي په هغه باندې غلط تصویر کړي، وایي چې تاسې ماته د غله په توګه باندې نظر لري. نو دقیق معلومات واقعا چې غلا ترسره شوی، اوس ته غواړي دغه شخص له غلا څخه منع کړي، ستا معلومات به ډېر دقیق وي، ته به دقیق معلومات ترلاسه کړي، هغې نه باد بل بیا هغه ته نصیحت کوي. لکه ډاکټر اول تشخیص کوي، له تشخیص نه وروسته
بیا مریض ته دوا لیکي تر څو چې مرض نه تشخیص شوی ډاکټر نشي کولی هغه ته دوا ولیکي. جناب استاد، تاسو هم بچیان لري، الحمدلله خدای دې هغوی صالح لري. ستاسو پیغام اورو هغو پلرونو او میندو ته چې ماشومان لري هغه یې پخوله نه کوي که ډېر لنډ. زما پیغام په لنډه توګه سره قدرمنو والدینو ته او ګرانو میندو ته دا دی چې که چېرته کورنۍ کې د دوی اولاد غلطي ترسره کوي باید له خشونت او له تندۍ نه او له وهلو ټکولو نه کار وانخلي، بلکې په ډېر شفقت سره له هغوی سره تعامل وکړي او د هغې ثوابونه پیدا کړي. مثلا یو د چا زوی احمد نومېږي، احمد له خپل پلار نه یو څو پیسې پټې کړلې، غلا یې وکړله. دا پلار کولی شي د زوی له کوره وباسي، وی وهي وټکي، دا د حل لاره نه ده، بلکې د دې اساسي عامل باید پیدا کړي. کېدای شي دغه زوی چې دا غلا یې کړې ده دی د پوهنتون د فیس لپاره غلا کړي، کېدای شي ژمی وي هغه د ژمي لپاره غواړي ښه لباس واخلي او دا غلا یې ترسره کړي. نو باید اصلي سبب له منځه لاړ شي او د هغې په نرمۍ سره او د دې مهارتونو په پام کې نیولو سره هغه باید موږ په پام کې ونیسو. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. محمد خالد ملکزی د پوهنتون استاد، آباد اوسئ. خدای دې وکړي چې زموږ لیدونکي هم د همدې ستاسو د نصیحتونو څخه ګټه واخلي او خپل د بچیانو سره په سمه توګه عمل ترسره کړي تر څو هغوی هم ورځنی ژوند یې سم وي او سم کارونه ترسره کړي. نو زموږ همکار فراد حکیمي تللی دی چاردهي ته د جمعیت اصلاح افغانستان د خویندو د برخې په اړه یو ریپورټ چمتو کړی دی. زو په ګډه سره یې ګورو. بله بینندگان عزیز، گزارشی بود در مورد ویژه برنامه‌ای که به مناسبت پیامبر اکرم، به مناسبت سالیات یا هم میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برگزار شده بود توسط بخش خواهران جمعیت اصلاح افغانستان شعبه چهاردی و روز دوشنبه یا هم روز گذشته ساعت 9:12 برگزار شد. چه خوب است که ما هم این سخنان یا هم موضوعاتی که در این برنامه بحث شد در زندگی عملی خود پیاده کنیم و اجیال یا خانواده و اطفال خود را هم سوق بتیم به اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بشناسن و دوست داشته باشن و بتونن که ازش دفاع بکنن انشاءالله. و ای از مسئولیت های خانوادگی هم هر مربی که میتونه پدر باشه، میتونه مادر باشه هست تا فرزندان خود را در جاستا سوق بتن و جد جهد بکنن و کوشش و تلاش داشته باشن و اغم پس همه توگه او پشت دول اغوی تنیست بکری او اغوی رو بلی در اسلام دستر پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم اغا کرنی چی تر طول شدی منظم دی طول نره در اغا در اصول تخه درس اخلی او با پانتونون که درس رو بندی ویدی بله بله سمیر زا یو دو لند خبرون غارم ویم بفرمایید سنگه چینن طول ورز مرداست خبرون در حدود 600 سال پر شانه و شاید پر تصفت لگی دلیوی خواهی و بل در ترکیه در ازمیر پشار که تقریبا اتیا کسان در سونامی او سونامی توارت زلزلی لعمل و جلسی ویدی تقریبا تر 15,000 دیر کسان بیزای سوی دی او کورونه دلست بکردی. بلخوا پا افغانستان او پا طول نره که بیرت کورونا ویروس یو بل سپر اغلی در پا افغانستان کم تیر ورز یو سلو 22 کسان پا کورونا ویروس اخته سوی دی او تقریبا 15 کسان هم وجل سوی دی. طول چال پا افغانستان که 15,000 کسان در کورونا ویروس لامل وجل سوی دی او یو څلویښت زره کسان هم په دې ویروس اخته دي لا تر اوسه. نو تاسو هم هڅه وکړئ لکه څنګه چې د روغتیا وزارت وایي ټولنیز واټن وساتئ او ګڼې ګوڼې ځای ته مه ورځئ. د دې تر څنګ ماسک تړل مو له یاده ونه وځي چې خدای نه کرده زموږ مشران، زموږ سپین ږیري او زموږ سپین سرې چې په کورونه کې دي هغوی ته دا ویروس سرایت ونه کړي او هغوی زموږ له منځه ولاړ نه شي. نو تاسو هم خپل روغتیا ته هڅه وکړئ. حتی به اوکرو چه مش پا هر اخبارونه که خپل هیواد بالو تا ده کرونا ویروس او هاگا مسائل او هاگا خبرونه چه ده دوی پا جوند که دیر مهم دی او ده دوی جوند ورسر بدلی جی آغا خبرونه بطر تا سور سو. نو آرام آرام سو سمیر جان لدرنو لیدون که سر خطا پیمانه که او داو ده دی ورزی خبرونه چه په ټولو سره تاسو چمتو کړه او تر تاسو هم ورسوله. په سر کې غواړم پای کې غواړم بیا د سر خبر راواخلم چې تیره ورځ پر کابل پوهنتون برید 19 کسان ووژل
او دویش کسان پکشی تپیانس ول دیره کورونه د مرگ او د خفقان پر تغیر بندی کشنول. بله و برنامه عصر هلال هم در همین جا به پایان میرسه. با تماشای مناجات همه تان را بلا میسپاریم. وقت بخیر. الله نگهدار. متاسو ما سو کری خپل روختیا او د نور روختیا تا پاملرنه وکړی. وخت مو بخیر. پر یو بل باندې پام وکړئ. یو بل ته مینه ورکړئ. یو بل ته مثبت انرژي ورکړئ. ژوند مو خوشحاله. شپه مو بخیر. ښه وخت. ای کریمی که بخشنده عطایی و ای حکیمی که پوشنده خطایی و ای صمدی که از ادراک خلق جدایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی و ای خالقی که راه نمایی و ای قادری که خدایی را سزایی جان ما را صفای خودی و دل ما را هوای خودی و چشم ما را ضیای خودی و ما را آن ده که ما را آن بیه.